الان گریم میگیره. چرا؟ خب من دارم یه ولاگی رو شروع میکنم که فکرشم نمیکردم به این زودی قرار باشه شروعش کنم و اینقدر زود همه اتفاقا بیفته. من و مامانم داریم مهاجرت میکنیم ونکوور کانادا و همه این اتفاق خیلی یهویی واقعا در عرض یه ماه جور شد. من خودم مثلا الان ترم آخر دانشگاه مونده ولی دارم میرم. حالا الان با مادر گرامی سلام. حالا با مامانم الان داریم میریم دفتر علی بابا که بلیت بخریم. حالا من از بچگی دارم خواسته مهاجرت کنم، مامانم مثلا یه ذره ذوقشو دارم، ولی از اونورم میدونین آدم دلش میخواد یه ماه مثلا با شهرش خدافظی کنه. حالا تهران که دیگه واقعا من دل زده کرده، ولی حداقل با خانوادت قشنگ وقت بگذرونی، خدافظی تو بکنی از دوستات. من الان مونده هم اصلا چجوری همه کارا رو با هم بکنم، چند روز کم و کلی کار. احمد قصیر، من دیروز اومدم اینجا. این بچه تخصا شدم من با مزدگیش این شده که پروازی با خالم یکی شده، همه با هم میریم چون من اومده به ایران داره برمیم. اینا هم خیلی جذاب بودن ها. یام بوکاچی های بوقلمون اسپایسی. این هم ساندویچ بوقلمون معمولی. ببینیم چه طوره. من چه حس می‌کنم اون یکی خوشمزه تره، اول اینو میخورم. خوشمزه بود. بچه ما چمدونمون رو خریدیم و خیلی حس عجیبیه تو پاساژ با چمدون راه رفتن. همینجوری اومده بیرون. بابت جا به جا کردن پرواز و اینا هم پرسیدیم، همه چی خوبه به نظر، خیلی خوب شد. بچه این HP سویت که خریدم ازش کلن قند و آرد و اینا نداره توش. یه دونم کارامل چیزکیکشو خریدیم، اینو تا الان نخوردم ولی اینو خورده بودم تیرامیسوشو. بعد دوست داشتم، حتی زیرش یه چیز شیرین داره، ممکنه خوشتون نیاد. فکرم نبسته چیزکیکش. الان قهوه میخواد، خونه با قهوه. من الان ساعت 3 وقت لیزر دارم، ما خونه نمیرسیم بریم. خونه رو نگاه، تو این ته این کوچه است. واقعا کوچه اندازه مثلا رسه اینقدر رو میبینین. من الان باش به انقلاب تو سوپر و جمعه خیلی یه بایی اسمش رونیا. رونیا آرمیتا. خیلی خوشحال شدم. حالا منم تو داغون تری خونه تو. شلوغی بود بعد از اینکه چمدون رو خریدیم با مامانم. من بودو بودو اومدم خونه، یه دوش کوچولو کردم که شیف کنم برم لیزر. بعد لیزر رفتم باشگاه، از باشگاه اومدم خونه دوباره دوش کامل گرفتم که موهامم بشورم، بعد رفتم بیرون.
الانم یه عالمه داروهای جوشمو زدم و پوستم داره میسوزه، نمیدونم چون لیزر کردم نباید میزدم، ولی حالا از اینا بگذریم. امروز خیلی کار کردم و احساس خوبی دارم به خاطر اینکه فردا صبح دارم میرم شمال. الان ساعت 1 صبح، فردا ساعت 9 اینا احتمالا راه میافتیم، یه دو روز اونجا و اینا، بعد برمیگردم میرم دانشگاه. بچه‌ها ولی من الان بیشتر ناراحتیم، دلتنگی کوکوروه و نمیدونم چجوری باید از پسش بریم، چون دل کندم بعد از 3 سال سخت‌ترین کار دنیاست و شاید همون تایم طولانی نتونیم ببینیم. خیلی ناراحتم، ولی به عشقمون ایمان دارم که از پسش برمیاریم و وقتی برگرده مجبور بیا تو ویدیو. همش به این فکر میکنم که این یه شروع جدیده به همه چیزایی که میخوام میرسم، مطمئنم میرسم. فعلا شب بخیر تا فردا و بقیه کارا. اصلا چیز نیومده بودیم، آماده نیومده بودیم برای همچین بارون. در عرض مثلا 1 دقیقه مجبور بودیم در حیاط رو باز کنیم، باور نمیشه. خیلی باحاله، ولی تصورم از شمال تو آبان دقیقا همین بود. چقدر خوشگله. تازه شروع روزای خوشگله. آرزو کنیم. میاو. چرا هیچی فیلم نمیگیره؟ بالاخره رسیدیم فرودگاه فرانکفورت و اینجا از اون چیزی که فکر کنین هم خیلی کوچیک‌تره، هم خیلی معمولی‌تره، ولی در کل همین که الان استرس ندارم واقعا نمی‌دونم حسامو چجوری واقعا باید توصیف کنم. احساسم چند روز طول می‌کشه تا فقط آروم بشم از اتفاقاتی که افتاد. حالا الان میخوام کفشم عوض کنم و کراکسام بپوشم، چون فکر کنم 10 ساعت پام تو این کفش هست.
تش روز اینشون ببینیم چه خبره. چه مزه یه نیکی بخورم. خوش او چه قرمزیه اینجا. چی هست؟ سوس بلوبری؟ حالا حواست باشه برای من هم چه بزنی؟ یام یام. تو قصه اینا چیه؟ نگاه ما دو نفریم ولی سه تا نوشیدنی داریم. اول گفتم هات چاکلت میخوام، اول گفتم نه دوتا لاته میخوام، همه رو زد. به به من بشه گفتم اشتباه زدیم. اون که اشتباه نزده، دل تو رو زده. خیلی خوشمزه شد. همیشه جمعه جانا ناشو خوردی شیکم با خدا نکنم. چرا خوردی شیکم؟ ما داریم میری منم سمت آه چه با منم داریم میریم سمت ونکوور. این پروازو 10 ساعت در حساب قرار بشید بخوابیم. من منگ منگم اینقدر خوابم میاد بالاخره. که ولاگامون اینجا باشه. های اولین صبحی که تو ونکوور بیدار شدم و خوشحالم. هنوز باید بشینم قشنگ یه جا عر بزنم و خودم رو خالی کنم، خودم رو ناز کنم. منتظر تغییرهای خیلی گنده باشین تو زندگیم. فقط میتونم همین رو بگم. آمدیم اکت ورک پرمیت بگیریم با سخا. اینم منم. مگه داریم؟ صبح خیر. وای این آقا اولین صبحی که من اینجا این آدم دو سه روز رسیدیم و اومدم که بودم. خلاصه که الان ویو بی نظیره و هیچ کس هم اینجا نیست. ساعتم 7:20 صبح. من به خاطر جت لگ یکم خوابم تنظیم نیست. صبح ساعت 5 بلند شدم و اصلا دیگه خوابم نمیبرد. بعد گفتم میام بودو هم طلوع رو ببینم و اینا. خلاصه که خیلی خوشحالم و باید بگم که میدونم زندگیم توی یه هفته اصلا یه جور عجیب غریبی عوض شد. اینقدر اتفاق برام رقم خورد که اصلا میتونستم اینجا نباشم، یه جای دیگه باشم، خیلی بدتر، خیلی 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 بدتر و برام کلی اتفاق افتاده باشه و واقعا خدا رو شکر، خیلی خدا رو شکر که من اینجا و
اصلا اینکه تو مثلا دغدغت این باشه که چجوری اجاره خونه رو بدی خیلی به نظرم اتفاق بهتریه تا اینکه دغدغت این باشه که امنیت نداشته باشی. و الان واقعا احساس میکنم همه مشکلات دنیا کوچیکن. واقعا جدی دارم میگم، یعنی این اتفاق باعث شد که خیلی مصممتر بشم روی کاری که دوستم انجام بدم، روی یوتیوبم، روی کلا برنامه برای زندگیم و همه رو باهاتون شیر میکنم. اینجا اصلا انقدر میتونم براتون کانتنت درست کنم، انقدر به سبک زندگی من نزدیکه، دو چرخ سواری میتونم بکنم، اسکی میتونم برم، دو چه میدونم تابستون میتونی بری شنا، موج سواری، چیزی نیست که نداشته باشه. و الان اصلا هیچ کسی بهت گیر نمیده. بعد کلی بچه کلی الان میرسم بهتون نشون بدم، زمین بازی داره، مثلا تنیس داره، چمن داره و میتونی مجانی فری برین استفاده کنین برای هر منطقه جداست. خلاصه که اصلا یه مدل امکاناتی داره که ما توی ایران تجربه نکردیم و به نظرم تا وقتی که انقدر بهت فشار نیومده باشه، هیچی نداشتن و تجربه نکرده باشی، انقدر بابت همه این چیزای کوچیک شکرگزار نمیشی. به نظر من واقعا احساس شکرگزاری خیلی عجیب غریبی دارم و خیلی خوشحالم و میخواستم بیام اینجا یه ذره باهاتون حرف بزنم. به خاطر اینکه هنوز جامون مستقر نشده و پیش یکی از فامیلامونیم، خب نمیتونم تو خونهشون ویدیو بگیرم و خودم هم اصلا حالم خوب نبود. یعنی یه استرسی تجربه کردم که نمیتونم بهتون توصیفش کنم. همه گوشت بدنم انگار داشت جوش میومد و اصلا داشت جوش میومد بدنم، یعنی انگار که همه گوشت و پوستم از هم جدا میشد و از استرس پریودم شدم. بماند که جتلگ و تغییر آب و فشار و اینا هم خیلی رو من تاثیر میذاره و از 3 روز بود که سرگیجه، یعنی انگار که مثلا این زمین داشت بلند میشد از زیر پام، انقدر سرم داشت گیج میرفت. خلاصه یه همه اینا میخوام بگم خیلی سختی کشیدم، ولی الان همین که اینجا وایسادم خیلی خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم و مطمئنم که قرار با هم دیگه کلی جاها بریم، کلی بگردیم. از لحظه‌ای که از ایران خارج شدم احساس کردم که یه آزادی رو دارم تجربه میکنم که هیچ وقت تو زندگیم نکردم و خیلی قدرش رو میدونم و مطمئنم که کل شهرها رو با هم دیگه میریم میگردیم و همه جا رو با هم میبینیم. اینجا هم خیلی خوشگلن، از اونها براتون میگیرم. آره دیگه خیلی سرده، هوا 2 درجه است و دستم داره یخ میزن. نمیدونم برم اینا باید برم زودتر بودم چه ذر گرم شم و امیدوارم که خوابم اینطوری بمونه. البته الان من ساعت 3:04 عصر یه و خیلی خوابم میگیره، خب چون که ساعتم با ایران هنوز تنظیمه، ولی امیدوارم همین 5 صبح بیدار شم از این به بعد. و حالا بخوایم بریم دنبال خونه و اینا همه رو براتون ولاگ میکنم و همین دیگه. کلی مراقب خودتون باشین، مرسی که تا اینجا اصلا همراه هم بودین، این همه بهم انرژی دادین، بابت تکستایی که بهم دادین. فکر نکنین نخوندم، واقعا نمیتونستم بچا جواب بدم، یعنی اگه جای من بودین میفهمیدین که چرا. فعلا نمیتونم و نمیخوام که تعریف کنم، مثلا هر بار تعریف میکنم حال خودم بد میشه، ولی اتفاقای کوچیکی برام نیفتاده و خیلی هم اتفاقای بزرگی برام نیفتاده، ولی میدونم که بابت اینکه همه ماها مثل همین قشنگ درک میکنین که چقدر میتونه یه چیز سخت باشه و زندگی آدم، خانواده آدم رو اصلا بپاشونه. خلاصه که کم اذیت نشدم، ولی الان که اینجا اومدم باهاتون حرف میزنم فقط خواستم بگم مرسی که کنارم بودین، مرسی بابت پیامتون، کلی 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 بهم انرژی داد و انگیزه که الانم گوشی رو گرفتم و دوباره دارم از خودم فیلم میگیرم. شک نکنین که اگه شما نبودین شاید این کارو نمیکردم. خلاصه که از ته قلبم از اینجا دوستتون دارم و الانم خیلی انگیزه دارم برای اینکه کنار هم دیگه باشیم و حسابی بهتر کنیم دیگه. و اینجا کلی ولاگ هیجان انگیز داریم، مثلا نمیتونم صبر بکنم برای زندگی تو اینجا. خلاصه که ماچ به کلتون، از این به بعد دود نمیبینمتون چون هیچ کاری هم اصلا نه که هیچ کاری نداشته باشم، ولی خب یکم کلا از زندگیم و روتینم پر شدم بیرون، در نتیجه قول نمیدم ولی تا جایی که بتونم زیاد ولاگ میذارم. بای بای.